ما را در این شرایط قرار ندید. با خدا حسینی هستی، با والله قسم حسینی هستی. شاگرد رستوران با مولوی مهدی چی کرد؟ از زبان شاهدان عینی دستگیری مهدی مجاهد را بشنوید. او چگونه فروخته شد و برای چه؟ جزئیات این موضوع را به گونه کامل در ادامه این ویدیو از چینل پرژنسیتی با ما بیننده باشید. شاید باور نکنید ولی مهدی مجاهد زمانی که طالبان تا هنوز حکومت را به دست نگرفته بودند منزوی بود و بر ضد دولت پیشین افغانستان، یا بهتر بگویم بر ضد محمد محقق، می جنگید. او یک از مهره هایی بود که در این اواخر مهره سیاه و تاریک برای طالبان شده بود. اما خارج شدن از بلخاب و رفتن به هرات و خارج شدن از افغانستان مهدی مجاهد را در دست طالبان داد. اما در این میان دو روایت از دستگیری مهدی مجاهد سر زبان هاست و هر دو مورد متکی بر استاد و شواهد از منابع اطلاعاتیشان هستند. روایت نخست دستگیری مهدی مجاهد از سوی مرزبانان ایرانی و سپردنش به طالبان در قبال معامله گفته می شود. اما روایت دیگر دستگیری او از سوی طالبان در ولایت هرات و با خیانت شاگرد رستوران را حکایت می کند. بر اساس منابع و نقل قول از برگه های معتبر، مهدی مجاهد فرمانده نترس و ناراضی طالبان زمان در هرات دستگیر شد که شاگرد هتل به یکی از بزرگان قریه کمانه ولایت هرات در تماس شده و از حضور مهدی مجاهد خبر داده است. این تماس عامل اصلی دستگیری مهدی مجاهد فرمانده جدا شده از صف طالبان شده است. با گفته منبع، طالبان همزمان با شنیدن خبر حضور مولوی مهدی صاحب رستوران را نیز دستگیر کردند. این منبع همچنان می افزاید که طالبان اجازه شلیک مستقیم با مهدی مجاهد را نداشته و اخبار کشته شدن او در هرات موثق نیست و بر طبق خبرهای بیرون شده از میان طالبان، مهدی مجاهد به کابل منتقل شده است. این در حال است که پدر فرمانده مهدی مجاهد از زنده بودن پسرش مطمئن است و همچنان فرماندهان همراه با مهدی مجاهد نیز خبر زنده بودن این فرمانده را تایید می کنند و اخبار مبنی بر کشته شدن مولای مهدی را نیز رد می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی طالبان از کشته شدن مهدی مجاهد گفته و ابراز خرسندی نیز کرده بود. از سوی دیگر بیشتر کاربران رسانه‌های اجتماعی کشته شدن مهدی مجاهد را ضایع می دانند. هرچند که او هم جزو گروه طالبان بود و با اندک کشمکش میان این گروه از قطار طالبان بیرون شد و در برابر طالبان ایستاد. حالا دیده شود که بیانیه جدید طالبان در برابر مهدی مجاهد چی خواهد بود. دوستان عزیز، شما هم میتونید نظرهایتان را در قسمت کامنت ها برای ما بنویسید. ممنون که بیننده این ویدیو بودید. تا یک برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان. ما را در این شرایط قرار ندید. با خدا حسینی هستی، با والله قسم حسینی هستی. خونی ما از خونی حسین بالا نیست، خونی ما از خونی جوانان رشید و یاران با وفای حسین بالا نیست. با والله قسم که مرگ را ترجیح میدیم، با والله قسم که مرگ با افتخار را ترجیح میدیم. والله بالله ثم الله، با این آقای بزرگوار، با الله خود، با حسین خود عقد میکنیم که ذلت در شهر ما، در غیرت ما، در وجود ما، در منطق ما، در مکتب ما وجود ندارد. و ملت، از شما صادقانه سوال میکنیم که اگر در مابین دو راهی قرار بگیرید، امانتی که حسین گفت، بین سلتی و ذله، در بین محرومیت و ذله و اقارت و مرد، بگوین که حسینی هستین و کدامش ترجیح میدین، مرد را یا ذلت را؟ مرد را. بلند بگوین صادقانه. بله، السلام علیکم و رحمت الله. رانما صاحب خوب استی؟ بخیر استی جان؟ جورس هم دیوالا جورس. بله الحمدلله، الحمدلله. امشب ساعت 2 بجه شب مولای مهدی از قریه بنیاد مرز اسلام قلا دستگیر شد. از داخل یک حولی، داخل یک خانه خواه بوده، استراحت بوده، میخواسته که ساعت 4 بجه صبح حرکت کنه طرف ایران بره.
الحمد لله قبل ذكي بهدف خد برسه ودسجير شد مشاو يك دو سيد انا سي مرغام ده بتسال مار زمين جا استرف ايران ميخواستي مهدي الانتقال بتا مامورين ايراني بود استخبارات ايران بود اینا میخواست مولوی مهدی انتقال بده که الحمدلله کامیاب نشد، موفق نشد. او ساعت 2 بجه شب استخبارات اسلام قلعه توسط مولوی سبع عبایده خیلی زحمت کشیدن او بالاخره موفق شدن که از یک قریه به نام بنیاد میگه که از اونجا یک مرز است نزدیک است دمی قریه مرز قاچاقی است، اینا میخواست تیر شوه خب اینا را گیر کردن که شب اونجا کدام قاچاقبر فرار میکنه اینا توسط دربیندار میبینه و بعد از اینا نزدیک میاد به قریه داخل میشه و قریه رو محاصره میکنه، به خانه تلاشی شروع میکنه، از یک اولی داخل یک خانه مولوی مهدی خواب بوده و دو سه زنگ هم برش آمده بوده بیدار نشده بوده، مهدی خواب بوده، مهدی را دستگیر میکنه، دوش شکل از سرش هم لوچ هسته، کلام نداره، ایچی نداره، ای لنگوی سرش هستی در ریاست بازخشش میگیره. الحمدلله دستگیر شدیم، شب ساعت 2 بجه شب دستگیر شد. السلام علیکم و رحمت الله. تعدادی از سیاسون به اصطلاح بیرون از کشور تجمعات دارنده این روزها، او تجمعات هم تجمعات فیزیکی نیست بلکه آنلاین جمع میشه، اما کتله مفسده که از سال 1370 او 71 به ایسو علت اصلی مفاسد 30 سال اخیر کشور شده اند. آنهایی که جهاد را بدنام کردند، آنهایی که آرمانهای جهاد و شهدای جهاد علیه اتحاد شوروی را به اغما بردن و بدنامی مبدل ساختن، آنها هنوز هم آرام نمیشینند، هنوز هم در غم جا و جلال خود هستند، باز تجمعات شریر خود را در اکناف و اطراف جهان تلاش میورزند که احیا بکنند. پیام امارات اسلامی افغانستان باز هم این است که هنوز هم موقع داریم، هنوز هم برتان دروازه عفو باز است، ولی من حیث اشخاص سیاسی، من حیث یک مسئول یا وزیر و چیزی که بودین قبل، باز این خطه پذیرفته نمیشه. ملت از شما خاطرهای بسیار بدی را دارد. عامل یقین بکنید که عامل 20 سال گذشته که آمریکایی ها آمدن اینجا مسلط شدن، تمام امکانات خود را به کار بردن، باز هم نتانستن که اقلا فساد را جلوگیری بکنن، اون فساد اداری را که اداره خود نمیخواست. عامل بزرگ امی کتله شریر بود که در اوجا وجود داشت. اینهای بازم دعوای از این دارن که افغانستان را اشغال می دانن و در صدد تلاش نجاتش هستند. پیام امارات اسلامی افغانستان بسیار واضح است، بازم دروازه عفو باز است، اگر استفاده نشه دمی حالت شرارتتان به گور خواهد رفتین، آرمانتان را هم به گور خواهد بردین، ملت دیگر شما را نمی خواهد. تمویل بیرونی هم مثل که قبلا آمریکا پشتتان استاد شد و با بمبار آنها آمدین مسترد به گرده های ملت شدین، بازو آمریکا هم نیست، امروز آمریکا هم قدمات مرد خلاص شد، آمریکا در 100 سال باز نمیتونه افغانستان را مورد طاقت تازه خود قرار بده ان شاء الله تعالی، دیگر ابر قدرت هم وجود نداره که علیه افغانستان و افغان ها قد علم بکنه. پس تمویل بیرونی خود را به کلی از بین از دست دادین، نباید به امید کدام مقتدر دیگر بشینین و باز علیه ملت خود